فراوان به برنامه دیگر از نگاه روز از کانال جدید خوش آمدید. من نگار نادری به همراه همکارم حامد جمالی این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. 11 سال حکم زندان فقط برای بیان عقیده. آرش گنجی مترجم و منشی کانون نویسندگان ایران به 11 سال زندان محکوم شد. کانون نویسندگان ایران خواهان لغو بی‌قید و شرط این حکم شدند. در همین رابطه با مهمان عزیز برنامه پریسا پوینده، مسئول کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی، در مورد این محکومیت و اقدامات لازم برای لغو این حکم گفتگویی را خواهیم داشت. سلام و خوش آمد میگم به پریسا پوینده. من سلام میکنم به شما همکاران عزیزتون و بینندگان محترمتون. سوالی که از شما دارم اینه که چه اتهاماتی به آرش گنجی زده شده که باعث صدور چنین حکم سنگینی شده؟ ببینین، آرش گنجی مترجم و منشی کانون نویسندگان ایران، همونطور که خودتون گفتین، حالا به دلیل ترجمه کتابی به نام کلید کوچک دروازه بزرگ که مربوط هست به، یعنی مجموع مقالاتی هست از مبارزات مردم کردستان به خصوص در سوریه، مثلا اتهاماتی رو که نام بردین باش مواجه شده و به 11 سال، یعنی به در فاصله 2 روز بعد از محاکمش 11 سال زندان براش به اصطلاح صادر شده که خب هیچ سن، باید اینجا همین حالا بگم که هیچ سنخیتی با اتهاماتی که به آرش گنجی زده شده و همینطور اعضای دیگر کانون نویسندگان ایران که در زندان هستن هیچ سنخیتی با فعالیت هاشون نداره. اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام یه اتهامات آشنایی هستند که جمهوری اسلامی به واسطه اونها هزاران نفر رو به بند کشیده و به قتل رسونده. به نظر شما مردم چه واکنشی رو باید نسبت به این اتهامات نشون بدن؟ خب ببینین، همونطور که خودتون اشاره کردین، حالا هزاران نفر، هزاران فعال اجتماعی از فعالین کارگری تا معلمان تا فعالین حقوق زنان، فعالین دانشجویی با اتهامات اینچنینی واهی و غیر واقعی روبرو شدن که و روبرو میشن کماکان و احکام سنگینی رو میگیرن. خب اگه یادتون باشه در زمانی که احکام بازداشت شدگان اعتراضات هفت تپه و نشریه گام، مدیر تحریریه نشریه گام صادر شد، مردم اسم خیلی خوبی روی این اتهامات و احکام گذاشتن و از اون به عنوان احکام کیلویی نام بردن. به نظر من واقعا تمام این اتهامات و این احکام اسمی بهتر از این نمیشه براش پیدا کرد، برای اینکه این اتهام، یعنی کسانی که با فعالینی که بازداشت میشن در یک پروسه غیر حقوقی استاندارد واقعا مورد بازجویی و محاکمه قرار میگیرن و به همین معنا این اتهاماتی که حالا میبینیم همیشه برای همه این اتهامات، نمیدونم، تجمع تبانی علیه امنیت داخلی کشور و خارجی کشور، فعالیت علیه تبلیغات نظام، یا حالا جدیدن هم عضو گروه های معاند بهش اضافه شده و به همین معنا میخوام بگم این نه این اتهامات و این نه این احکام از هیچ درجه از اعتبار برخوردار نیستن. من همین چند وقت پیش در رابطه با بعد از این رو دوست دارم بگم، در بعد از اعدام محمد حسن رضایی در توییتر نوشته بودم اعدام کودکان در جمهوری اسلامی و یک کاربری اومده بود کامنت گذاشته بود که به این که و اینو گفته بود که کودک مجرم. من میخوام بگم ما مجاز نیستیم که اصطلاحات استاندارد حقوقی رو در رابطه با به صلاح جمهوری اسلامی، احکام جمهوری اسلامی و در ازش استفاده کنیم و نام ببریم، برای اینکه این جمهوری اسلامی هست که به نظر من مجرمه و
بعد از سالها که فقر و فلاکت رو به مردم تحمیل کرده و الان شاهد خودکشی کودکان هستیم، ما که تبلت یا تلفن نداره بخره که در کلاس آنلاین شرکت کنه، شاهد یک همچین فاجعه‌ای هستیم و به نظر من ما مجاز نیستیم که از این اصطلاحات حقوقی استاندارد بین‌المللی استفاده کنیم در رابطه با اتهامات و احکامی که از طرف جمهوری اسلامی صادر میشه. یک خواسته ای که کمیته شما خیلی با جدیت داره اون رو پیگیری میکنه، بایکوت جهانی جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت. به نظر شما این حکمی که برای آرش گنجی صادر شده و دیگر نویسندگانی که در بند هستند، میتونیم اون رو جهت حقانیت به بایکوت استفاده کنیم و چگونه باید این کار رو انجام بدیم؟ بله، به نظر ما قطعا میشه. شما ببینین الان آرش گنجی رو با 11 سال زندان روبرو شده. قبل از اون ما کیوان باژن، بکتاش آبتین و رضا خندان مهاوردی رو داریم از اعضای کانون نویسندگان که دستگیر شدن فقط و فقط به جرم این که در بزرگداشت رفقای عزیزشون محمد جعفر پوینده و محمد مختاری شرکت کردن و یا در مراسم احمد شاملو شرکت کردن و یا اینکه 50 سالگی کانون رو جشن گرفتن. میخوام بگم وقتی در دنیا اگر از اینها نام ببرید به عنوان جرم و اتهام و بگید نویسنده کشوری در زندان به این دلایل، واقعا میخندن و خنده داره. به همین معنا الان که جمهوری اسلامی در سطح بین المللی از موقعیت بسیار ضعیفی برخورداره، ما فکر میکنیم باید قدم بعدی رو برداشت و خواستار بایکوت جمهوری اسلامی در سراسر به اصطلاح در دنیا از طرف میلیون ها ایرانی که خارج از کشور هستند، باید این مطالبه رو بردارن و تا از تمام کشورهایی که ساکنش هستن بخوان که به دلیل نقض آزادی بیان، به دلیل نقض حقوق انسانی در ایران خواستار بایکوت جمهوری اسلامی بشن. و آخرین سوالی که من از شما دارم اینه که به نظر شما مردم و تشکل‌های مبارزاتی و اعتراضی در ایران چگونه میتونن با چنین علیه چنین احکامی دخالت بکنن و شما چه انتظاری دارید از اونها؟ بله، این سوال خیلی خوب و مهمی هست. من اولا فقط یادم رفت از گیتی پورفاضل نام ببرم، از اون هم نویسنده‌ای که الان با احکام زندان روبرو هست، دوست داشتم اینجا این رو اعلام کنم بازم. و ببینید در رابطه با خود اعضای کانون نویسندگان، الان ما می‌بینیم بیانیه با امضای بیشتر از 1300 نفر که این آمار مال حالا چند روز حداقل چند هفته گذشته است امضا شده و به مجامع و مراجع و سازمان های بین المللی رفته. من میخوام بگم که اون جایی که کسی رو زندان میکنن، حمایت وسیع مردم و به خصوص خانواده ها تأثیر به سزا و مهمی داره. این تجربه کار ماست از 2006 تا به حال که اون جایی که ما حرف میزنیم تا جایی که خانواده ها و که حرف میزنن واقعا خیلی متفاوت تره. به همین معنا من میفهمم جمهوری اسلامی ارعاب میکنه، میترسونه، تهدید میکنه، ولی خواهشم اینه که خانواده ها خوشبختانه الان در سطح وسیع خانواده ها جلو اومدن و حرف میزنن، ولی بیشتر از این باید جلو بیان حرف بزنن، از همسرانشون، از فرزندانشون که در زندان هستن حمایت بکنن. همین الان میخوام اشاره کنم به بیانیه بسیار مهمی که از طرف فعالین و خانواده های دادخواه از ایران منتشر شده. ما الان داریم روی این بیانیه کار میکنیم، منتشرش کردیم و امیدوارم که از هزاران هزار به اصطلاح مردم اون رو امضا بکنن و از حمایت وسیع برخوردار بشه، چون شایسته بیشترین و وسیع‌ترین حمایت هاست. در نتیجه حمایت و پشتیبانی ما از تمام اعتراضاتی که میشه نقش بسزایی در افشای جمهوری اسلامی و به عقب روندنش و تضعیف اون در سطح بین‌المللی و در داخل کشور داره. ممنونم از شما پریسا پوینده عزیز که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی ممنون و مرسی از شما. با سپاس از شما که همراه برنامه نگاه روز بودید. تا نگاه روز دیگر، بدرود.